آیا حیوانات هم آنگونه که ما به موسیقی گوش می دهیم گوش می دهند یا به شکل متفاوتی به آن نگاه می کنند؟ علاقه حیوانات به موسیقی. در این ویدیو در مورد این مطلب با هم صحبت می کنیم. برخلاف باور عموم که علاقه به موسیقی تنها مختص انسان است، تحقیقات جدید ثابت کرده که حیوانات نیز گرایشاتی به موسیقی از خود نشان میدهند. اما به اعتقاد کارشناسان رفتارشناس حیوانات در دانشگاه واشنگتن مدیسون، حیوانات هر کدامشان ساز خودشان را میزنند. تمام آنچه که در موسیقی مطرح است، بحث گام موسیقی است. انسان‌ها موسیقی را دوست دارند که در محدوده آوایی یا آکوستیک و گفتاری آنها قرار داشته باشد. تونی را به کار می‌برند که ما انسان‌ها آن را درک می‌کنیم و ضرب آهنگی را استفاده می‌کنند که نزدیک به ضربان قلب ماست. نوایی که بیش از حد اوج بگیرد یا بسیار پایین باشد بسیار گوشخراش یا غیر قابل درک است. برای اکثر جانوران و حیوانات نیز موسیقی انسان در رده غیر قابل درک یا غیر قابل شنیداری وجود دارد و گوشخراش می شود. با توجه به اینکه ضربان قلب آنها و محدوده آوایی آنها بسیار متفاوت تر از انسان هاست، بنابراین اصلا عجیب و غریب و غیر منتظره به وجود نمی آید که از موسیقی انسان لذت نبرند. برخی صاحبین حیوانات خانگی تمام روز ضبط خانه را روشن می گذارند تا سگ یا گربهشان لذت ببرند. یکی از محققان در این خصوص میگوید بسیاری افراد تصور میکنند که حیوانات نیز از همان موسیقی که به عنوان انسان لذت میبریم خوشنود میگردند. مثلا چنانچه سلیقه موسیقی آنها پاپ یا سنتی باشد، حیوانات آنها هم به طبع همان سلیقه را خواهند داشت. در سال 2009 اسنودن و همکارانش موسیقی را که فکر می کردند از سوی حیوانات مورد استقبال و پذیرش بیشتری واقع می شود و روی حیوانات مورد آزمایش قرار دادند. این آهنگ که الهام گرفته از صدای میمونهای تامارین بومی آمریکای جنوبی بود، بر روی میمونها تأثیری آرامش بخش داشت و آنها را آرامتر می ساخت. در تحقیق دیگری که بر روی سگ‌ها انجام شد، انواع موسیقی‌ها را بر روی آنها بررسی کردند و در نهایت مشخص شد که سگ‌ها با موسیقی‌های کلاسیک آرامش بیشتری می‌یابند و بعضاً حتی خوابی آرام داشتند، اما با موسیقی‌های جاز بسیار هیجانی می‌شدند. در سال 2015 محققان آزمایش مشابه میمون‌ها را بر روی گربه‌ها انجام دادند. یعنی از موسیقی استفاده کردند که فرکانس‌های مشابه با صدای گربه‌ها داشت. آنها برای 47 گربه خانگی این موزیک را پخش می‌کردند و در مقایسه آهنگی کلاسیک که نیز می‌گذاشتند، در نهایت متوجه شدند که گربه به آهنگی که فرکانس های مشابه با صدای گربه دارد واکنش نشان می دهد. اما به موسیقی کلاسیک هیچ واکنشی نشان نمی دهد. در تجربه دیگری محققان دانشگاه انگلستان دریافتند که گاف های شیری به هنگام شنیدن موسیقی ملایم شیر بیشتری تولید می کنند. بازدهی شیر در این گاوها 3% بیشتر از گروه دیگر بود که یا به آهنگی با ریتم تندتر گوش می دادند و یا اصلا آهنگی برای آنها پخش نمی شد. برخی دیگر از تحقیقات حاکی‌ست واکنش پرنده ها به موزیک هم بسیار نزدیکتر به انسان است. یکی از این محققین می گوید ما در این آزمایش دریافتیم که سیستم عصبی حیوانات ماده
در مرحله تولید مثل به هنگام شنیدن موسیقی با تون صدای حیوانات نر همان واکنشی را از خود نشان می‌دهد که انسان با شنیدن موسیقی مورد علاقه‌اش. این می‌تواند بدین معنا باشد که هر دوی این عوامل به نوعی فعال کننده مکانیسم تکاملی هستند که برای ادامه بقا و تولید مثل لازم و ضروری هستند. شامپانزه های وحشی، گوریل ها و برخی دیگر از میمون ها گاهی با دست ها و پاهایشان روی درختان می کوبند و صدای طبل مانندی می سازند. اما ریتم یک نواختی به وجود نمی آورند. البته استثناءاتی هم وجود دارند. مثلا در سال 2005 یک شامپانزه اسیر که برنی نامیده می شد ناگهان روی یک سطل زباله ضرب گرفت و 5 دقیقه بی وقفه با ریتم مشخص و یک نواختی ریتم می گرفت. به طور کل موسیقی برای حیوانات بسیار بسیار جذاب و شنونده است، البته موسیقی که خودشان دوست داشته باشند. به عنوان مثال محدوده صوتی انسان بسیار متفاوت تر از محدوده صوتی مگس، پشه یا گرگ است. اگر دیده باشید بعضی از وسایلی که برای دور کردن پشه استفاده می شوند وقتی که دستتان را روی آن می گذارید تا صدایی تولید کند که پشه ها دور شوند، شما به هیچ وجه آن صدا را نمی شنوید. آن صدا فقط توسط حشرات شنیده می شود. پس به همان نسبت صداهایی که شما می شنوید با صداهایی که آنها می شنوند کاملا فرق می کنند. و همین باعث می شود که نوع موسیقی و چیزی که برای شما لذت بخش است چون محدوده صوتی متفاوتی دارد نسبت به آنچه که او می شنود و او از آن لذت می برد متفاوت باشد. پس به همین دلیل به هیچ وجه نمیتوان موسیقی مشخصی را برای انسان و حیوان به صورت یکسان در نظر گرفت. یعنی ممکن است آنچه که شما میشنوید و باعث لذت بردن شما میشود در همان لحظه و همان محل باعث آزار بردن حیوان خانگی شما شود. پس خیلی باید مواظب باشید که اگر حیوان خانگی در منزل دارید چه گوش میکنید و چه میشنوید. خب دوستان، این بود علاقه حیوانات به موسیقی. آیا آنچه که ما میشنویم حیوانات هم همون را دوست دارن و همون را میشنوند؟ لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بده بتونید ببینید و لطفا اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. بسیار بسیار متشکریم از اینکه بیننده کانال خودتون هستید.